سلام عزیزان، به آشپزخانه من خوش اومدین. با کانال آموزش آشپز امریکتی در خدمت شما دوستان هستم. امروز تصمیم دارم گوشت و لوبیا که یه غذای رسمی و سنتی کاشانی است آموزش بدم و این غذا معمولا با باقالی پلو سرو میشه. من بعد از معرفی مواد اولیه کار آموزشمون رو شروع میکنم. مواد اولیه گوشت گوسفندیه که حتما این غذا باید با گوشت گوسفندی تهیه بشه که من از ماهیچه راسته که معمولا راستا رو با استخون میذارم چون لعاب میندازه و گوشت مغز رون گوسفنده. لوبیا سفید که من لوبیا رو از شب قبل دو سه سر آبش رو عوض کردم، دو پیمانه و الان کاملا گذاشتم داخل آبکش، آب رفته. نمک، فلفل، زردچوبه و زعفران به میزان لازم. یه عدد پیاز نسبتا درشت و 4 حبه سیر. این موادی که گفتم برای تهیه گوشت و لوبیا مونه. و برای تهیه باقالی پلو برنج که من برنج رو از حدود 2 ساعت قبل با خیس کردم با نمک فراوون که برای آبکش کردن آماده باشه. باقالی هم حدودا 2 پیمانه و نیم. شوید که من معمولا از شوید تازه استفاده میکنم چون عطر و بوی خوبی داره. شویدم حدود 1 کیلو گرفتم، پاک کردم، شستم و خرد کردم و من معمولا شویدا رو فریزر میکنم و زمانی که نیاز دارم در میارم و استفاده میکنم. در زمانی هم که برنج آبکش کردم خیلی کم هم شوید خشک میریزم که حین آموزش نشون میدم خدمت شما دوستان. برای تهیه گوشت و لوبیا من کمی روغن تهیه زودپز ریختم. من معمولا خورشتامو با زودپز آماده میکنم چون زمان پخت کمتری میبره. در قابلمه اگه بخواید درست کنید حدود 3-4 ساعت زمان میبره ولی زودپز نهایتا 1 ساعت. من پیازها رو خلالی بلند خرد میکنم. هر چقدر پیاز این غذا بیشتر بشه لذیذتره. نیازی هم نیست پیاز زیاد سرخ شه، کمی که سبک شد و رنگش کاراملی شد کافیه. گوشت و لوبیا یه غذای رسمی اهالی کاشانه که من این غذا رو از پدرشهر خدا بیامرزم که اهل کاشان بودن یاد گرفتم. فوق‌العاده غذای لذیذ و مقویه. مقوی چون پروتئین داره، گوشت داره و اون لوبیا سفید خودش به تنهایی میتونه جای گوشت رو بگیره. حتما این غذا رو درست کنید چون فوق‌العاده غذای لذیذه. ما اجازه میدیم تا پیازا کمی سبک بشه. وقتی که پیازا به این مرحله رسید من زردچوبه رو اضافه میکنم. با زردچوبه به هم میزنم. الان پیاز نه خیلی خامه نه خیلی سرخ شده، فقط حالت سبک و کاراملی شده. حالا گوشت رو اضافه میکنم. گوشتم کمی با پیاز تفت میدم، فقط در حد تفت که اون رنگ گوشت به اصطلاح عوض بشه. حدود 5 دقیقه کافیه. من بعد از اینکه لوبیا رو ریختم در زودپز رو میبندم و 3 ربع تایم میدم تا این گوشتمون بپزه. البته بازم بستگی به نوع زودپز داره و بعضی از زودپزا امکان داره که مثلا در 1 ربع یا 20 دقیقه کاملا گوشت رو بپزه، اون دیگه تایمش دست خود شما عزیزانه. معمولا باید بدونید که چقدر زمان میبره که چه زودپز گوشت بپزه، اون زمان خاموش کنید و بعد از اون اجازه بدید 1 ربع هم با در زودپز رو بردارید به اصطلاح بزنیم این گوشتمون جا بیفته که حالا مراحل هم نشون میدن خدمت شما عزیزان. وقتی که گوشتا به این مرحله رسید این کاملا خامی گوشتا گرفته شده و رنگشون تغییر کرده. من سیر را هم اضافه میکنم و 2 قاشق مربا خوری هم زعفران. البته زعفران آخرش هم اضافه میکنم. الان فقط برای اینکه یه ذره رنگ گوشتمون عوض شد ریختم.
ببینید توجه کنید کاملا گوشتا از حالت قرمزی در اومده. خب پیازامون این حدود 5 الی 10 دقیقه باشن کاملا مزهشون تو خورده هم رفته. کمی فلفل، چون من فلفل معمولا انتهای اضافه میکنم چون عطر گوش بمونه، و حالا لوبیا سفید اضافه میکنم کاملا به هم میزنیم. همین تا همین حد کافیه. حدود 2 لیوان آب هم میریزیم. و اجازه میدیم تا 20 روب این گوشت و لوبیا و پیاز کاملا بپزه. بعد از اینکه آب کاملا به جوش اومد، برای آب کش کردن باقالی پلو من باقالی ها رو میریزم، چون یه ذره باقالی سفته و برنجم چون 2-3 ساعته با نمک پیس شده نرم شده، به همین دلیل من اول باقالی ها رو میریزم. یه جوش کوچیکتر بلافاصله برنج اضافه میکنم. ولی اگر بخواین کته درست کنید دیگه نیازی نیست، شما میتونید که همین که برنجمون یه ذره جوشید باقالی ها رو اضافه کنید. بعد از اینکه باقالی ها یه کوچیک با آب جوشید، ما برنج اضافه میکنیم و اجازه میدیم که برنج و باقالی با هم دیگه به مرحله آب کشی برسن. من وقتی که نزدیک برداشتن برنج و باقالی مونه، یعنی کاملا به مرحله آب کشی رسیدن، شوید تازه‌نم اضافه میکنم. شما میتونید زمانی که به اصطلاح باقالی و برنج ما داره میجوشه یک کم زردچوبه بزنی، این باعث میشه که باقالی پلو ما یه ذره حالت رستورانی بگیره. خیلی کم. الان به مرحله رسیده که من شیویدامو اضافه میکنم. یه قلو کوچیک که زد با هم میرم آب کش میکنم. کاملا شیویدا رو باز میکنیم توی برنج. ببینید و برنج به این حالت بشه. وقتی که با بین انگشت خودتون فشار میدین، نه خیلی سفته نه خیلی شل، یعنی الان برنج ما به مرحله آب کشی رسیده، کاملا آماده است. من امروز تصمیم دارم از تدیک نوستنگک استفاده کنم. به خاطر این اندازه یک قاشق غذاخوری آب نیز تای قابلم ها میریزم، چون سنگک زخیمه و اگه فقط روغن بریزم روغن رو میکشه تو خودش. یه نوک قاشق چای خوری هم زعفرون. روغن موسنگ. تدیک نوستنگک فوق العاده خوشمزه میشه. حقیقتش اینه که من خودم هم فکر نمی کردم الان دفعه سومی که تدیک نوستنگک میذارم و امتحان کردم، دیدم فوق العاده تدیک لذیذ و خوشمزه میشه. من یک طرف نونو به اون آب و روغنمو میزنم، برمیگردم سمت دیگه، کاملا همه سطح قابلمه رو با نون سنگک میپوشونم به این شکل. یه ذره حرارت زیاد میکنم تا یه ذره نون و روغن تو خورده هم برن. همین کافیه. حالا باقالیمونو برم. توجه کنید کاملا شیوید تازه و باقالی و برنج تو خورده هم رفت. بعد از اینکه به اصطلاح کل قابلمه رو برنجم نور ریختیم،
بعد من روغن که اول فیلم فراموش کردم بهتون بگم، شما میتونید یه قالب 100 گرمی از کرم استفاده کن، چون ذائقه روغن و کره به همین دلیل من عنوان نکردم. اون کره برای اینکه با روغن قاطی کنیم و آب روغن به اصطلاح برنجمون بعد از که بخار اومد بالا. گفتم دو قاشق یا یه قاشقم شوید خوش. من این آخرین مرحله فقط بخواد که یه ذره عطروبوی بیشتر به غذامون بده. و چند تا این سوراخ رو درست میکنم تا اون بخار برنجمون راحت بیاد بالا. من در قابلمه رو میزنم، اجازه میدم تا بخار برنج بیاد بالا، بعد مجددا میاد اون روغنشو میدم و دم کنی میذارم. برنج ما کاملا بخارش رو داده بالا. من روغن و کمی کره و روغن رو با هم به اصطلاح آب کردم. داخل برنجمون می‌ریزم. باقالی پلو از اون غذاست که یه ذره باید توی به اصطلاح روغن و کره دست و دل باز باشه. بازم سلیقه اگر ذائقه‌تون جون نیست با چربی میتونه کم ترسه، ولی معمولا کره و روغن زیاد می‌بره. و حالا من دمخونی رو می‌ذارم و حدود سه ربع اجازه میدن تا باقالی پلومون کاملا دم بکشه. دوستان این غذای گوشت لوبیا ما کاملا آماده است. من حدود 4 قاشق غذاخوری زعفرانم ریختم و اگه شما دوست داشته باشین این غذا بیشتر به تنگ آب بیفته میتونه اجازه بدین تا آب گوشت بیشتر کشیده شه، ولی من چون ذائقه افراد خانواده‌ام اینه که آبدار دوست دارن، توی این مرحله غذا رو خاموش میکنم. باقالی پلو ما هم آماده است، کاملا دم کشیده و آماده است. خورش ما آماده است، کاملا گوشت پخته و اگر توجه کنید چه لعاب خوبی انداخته. این لعابش به دلیل این لوبیاهایی که با این گوشت پخته. غذا فوق العاده غذای لذیذیه و مقوی. عزیزان غذای امروز ما هم آماده است. امیدوارم طبق دستوری که دادم این غذا رو درست کنی و لذتش رو ببری. باقالی پلو با گوشت لوبیا کنار دو و ترشی فوق العاده غذای لذیذی میشه. لطف کنید کانال آشپزی عمه کتیم به دوستانتون معرفی کنید. تا برنامه بعد خداحافظ.